و اما مقام های وزارت ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی میگن بنا به دستور نهادهای خارج از دولت، محمد رضا شجریان اجازه اجرای زنده در ایران رو نداره. سایت رسمی محمد رضا شجریان هم در واکنش به ادامه 6 ساله این محرومیت، ثبت نام برای حضور علاقمندان در کنسرت استانبول این استاد آواز ایران رو عملا به نظرسنجی کاربران اینترنتی تبدیل کرده. محمد رضا شجریان بیش از 6 سال است اجازه اجرای زنده کنسرت در ایران را ندارد. هرچند او خانه نشین نبوده و در خارج کشور از اروپا گرفته تا آمریکا به اجرای برنامه پرداخته است. اجراهای خارج کشور همواره صحنه همدلی شجریان و مخاطبان در برخورد با حکومتیان بوده است. ترانه‌هایی همچون تفنگت را زمین بگذار یا مستان سلامت می‌کنند به نماد مخالفت با اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت تبدیل شدند. اما داخل کشور و با وجود 2 سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شجریان هنوز اجازه برگزاری کنسرت زنده را ندارد. این در حالی است که حسن روحانی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوریش گفته بود: از هنر فرچیان و میرخانی و احسایی غرور آفرین تر ما داریم، از صدای شجریان بهتر داریم. حالا مقام های وزارت ارشاد اسلامی دولت میگویند شجریان در فهرست ممنوعه های یک نهاد حکومتی قرار دارد و از اجرای زنده محروم است. اقدامی که به گفته کارشناسان تلاش جناح تندروی حکومتی برای حذف حریفان قدر قدرت و محبوب در حوزه سیاست، اجتماع و هنر و راهکاری برای هدایت انتخابات آینده است. همان گونه که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در فهرست افراد ممنوع از بازتاب بیان تصویر در رسانه ها شده است. مردمی که در بینشون زندگی میکنم بدونن که من همیشه خاک پاشون بودم و با اونها. محمد رضا شجریان هرچند پیش از این گفته بود امیدوارم شرایط فراهم شود و کنسرت برگزار کنیم، من به برگزاری کنسرت در ایران علاقه دارم، با این همه او یک نظرسنجی اینترنتی درباره محبوبیت خود راه اندازی کرده تا ممنوعیت نهادهای حکومتی را به چالش بگیرد. محبوبیتی که سالها پیش و در جریان تهیه بلیط برای کنسرت بم شجریان در تالار وزارت کشور محک خورد. در آن زمان صدها تن از دوستدارانش شبها را مقابل مراکز بلیط فروشی می‌خوابیدند تا امکان دیدن برنامه‌اش را داشته باشند. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تفنگت دست تو پروانه هدایت، صدای آمریکا.